مدت هاست این گلگی بین اهالی موسیقی شنیده میشه که بازار موسیقی اشباع شده از نوازندگان و خوانندگان بیکیفیت با آثار بیمحتوا. قصد داریم تا با میهمان عزیز برنامه‌مون روند موسیقی در دهه‌های اخیر رو بررسی بکنیم و کمی کنکاش بکنیم که چه به سر این موسیقی آمده. خدمت حسن فراهانی عزیز هستیم به عنوان میهمان برنامه. خیلی ممنونم حسن جان که وقتتون رو به من دادین و خیلی خرسندم که میهمان برنامه ما هستین. سلام عرض می‌کنم خدمت شما امیر جان، خیلی متشکرم از دعوتی که داشتین و خیلی خوشحالم که اینجا خدمت شما هستم. می‌خواستم با این سوال اولیه‌ام شروع بکنم راجع به ماهیت موسیقی تاثیرگذار و در واقع المان‌هایی که وجود داره. منتها قبل از این می‌خوام یه سوال خیلی دوستانه بپرسم. حسن جان چه بر سر این موسیقی آمده؟ واقعیتش امیر جان همونطور که هممون می‌دونیم حال و روز موسیقیمون الان واقعا خوب نیست. حالا گذشته از این بحثی که الان هست، بحث کرونا و اجرا نشدن کنسرت ها و کم شدن تولیدات موسیقی و عرضم خدمتتون که نرفتن هنرمندا روی صحنه و ماجراهایی که هست، قبل از این داستان هم واقعا ما این مشکلات رو داشتیم. شاید بهتون بگم 7 8 10 ساله که این مشکلات هست. این هم دلایل متعددی داره. وارد شدن برخی آدم‌ها به این حیطه، کسانی که واقعاً هیچ سررشته‌ای و هیچ مطالعه‌ای و هیچ پیشینه‌ای در این ماجرا ندارن، حالا به واسطه یک سری مسائل وارد این حیطه میشن. اینها میتونن نوازنده باشن، میتونن آهنگساز باشن، میتونن تنظیم کننده باشن، ترانه‌سرا باشن، تهیه کننده موسیقی باشن، کنسرت گذار باشن، شرکت‌های فرهنگی هنری تأسیس بکنن. همه این عوامل دست به دست هم داده که ما الان با این وضعیت مواجه باشیم و چیزهایی که الان داره تولید میشه و کارهایی که داره انجام میشه، چه در زمینه آثار شنیداری، یعنی آثاری که تولید میشه و به گوش مردم میرسه، و چه در زمینه کنسرت، اجراهای لایو و اجراهای زنده که انجام میشه، خیلی کیفیت ها افت پیدا کرده. حتی نمیخوام خیلی برم عقبتر، حتی با همین 10 سال پیش 15 سال پیش اصلا ارکسترا این شکلی نبودن، اصلا کار این شکلی نبود، کارهایی که تولید میشد این شکلی نبود. و متاسفانه استفاده نابجا و غلط و غیر علمی و غیر اصولی از تکنولوژی روز دنیا باعث شده که ما به این وضعیت دچار بشیم. کارهایی که تولید میشه واقعا بعضیاش بسیار بیکیفیته. من کاری ندارم، بعضی از دوستانی که کار الکترونیک تولید میکنن خیلی کارشون با کیفیته، حالا اینجور نمیخوام نام ببرم، اما هستن کسایی که واقعا کارهایی که تولید میکنن همه جای دنیا وجود داره. من با شما موافقم، یعنی موسیقی الکترونیک وجود داره و موسیقی در واقع ارکسترال وجود داره، استفاده از ساز وجود داره. در واقع میدونید یک بحث خیلی بزرگیه که میشنوم گاه هم، میخوام ببینم نظر شما چیه. ما در گذشته تنظیم کننده های بسیار بسیار خوبی داشتیم، الان هم تنظیم کننده های خوبی داریم. الان هم تنظیم کننده های خوبی داریم، نه همونها هستن. این بحثی که بعضی وقتا من میشنوم که ما تنظیم کننده با سوادی نداریم که از ساز در موزیک استفاده کنه، این حرف رو آره در اگر بخوایم بستش بدیم شاید ما نداریم، ولی واقعا بعضی تنظیم کننده های خوب هم داریم که اونا هم در واقع به سمتی رفتن. استفاده از ساز من میبینم چقدر کم شده، در واقع همه دنبال روی یک چیزی شدن که میگویند سلیقه مخاطب. خب سلیقه مخاطب به نظر من، مخاطب رو ما باید سلیقه رو براش به وجود بیاریم، ما باید ارتقا بدیم.
نظر شما رو بدونم حسن جان. ببینید ما یک سری تنظیم کنندگان داریم که به دلیل اینکه دانش موسیقی ندارن و خیلی راحت بخوام بگم بلد نیستن برای یک سری سازها پارت بنویسن یا ازش استفاده بکنن یا هیچ اطلاعاتی راجع به اون سازها ندارن، استفاده نمی کنن از سازهای زنده. اینکه شما فرمودین که در همه جای دنیا هست، بله در همه جای دنیا موسیقی الکترونیک هست، موسیقی ارکسترال هست، موسیقی جدی هست و موسیقی خیلی معمولی هم هست. اینجا ما همه چی رو با هم به قول معروف قاطی کردیم. چرا؟ دلیلش همونه که عرض کردم خدمتتون، من تنظیم کننده، من آهنگساز، چون بلد نیستم از یک ساز بادی استفاده بکنم، از یک ساز زهی استفاده بکنم، از گیتار استفاده بکنم، از بیس گیتار استفاده بکنم، درام آکوستیک ضبط کنم یا خیلی چیزهای دیگه، یا خیلی سازهای دیگه، میام میگم اینا خوب نیست، اینا قدیمی شده. این کلمه قدیمی، این جمله رو مثلا درک نمی کنم. قدیمی شده. اگر شما در یک اثری ساز زنده ضبط کنین میگن این کار قدیمی صدا میده. مگه قدیمی صدا دادن بده؟ مگه اگر توی کشورهای دیگه ساز زنده ضبط میکنن کارشون قدیمی صدا میده؟ اصلا قدیمی و جدید داریم مگه؟ اصلا متوجه نمیشم یعنی چی که میگن کار قدیمی صدا میده. کار باید جدید صدا بده. یعنی چی؟ یه بخشی واقعا ناراحت کننده است. بی سواده رو بذاریم کنار، چرا عموم با سواده هم دارن به اون سمت حرکت میکنن؟ الان خدمتتون عرض میکنم این فقط و فقط دلیلش اون کسایی هستن که کار رو به اون تنظیم کننده با سواد، تنظیم کننده به قول معروف، به قول عوام این کاره، سفارش میدن. اونا حاضر نیستن برای اون کار اندازه‌ای که باید هزینه کنن هزینه بکنن، و وقتی هزینه نمی کنن اون تنظیم کننده اون بله خیلی داریم، خیلی ما همین الان تو مارکت حداقل پاپمون خیلی تنظیم کننده هایی داریم که واقعا بلدن، دانش اون کارو دارن، بسیار عالی هم میتونن برای ارکستر بنویسن، ولی این کارو نمی کنن به خاطر اینکه بودجه کافی در اختیارشون گذاشته نمیشه. و هنرمند یا هر کسی دیگه ای بالاخره زندگی داره، درسته؟ باید کار بکنه، باید زندگی بکنه، باید مخارج زندگیشو تأمین بکنه. من خیلی واضح دارم میگم چی کار بکنه. اگر کار نکنه زندگیشو چی کار بکنه؟ اگر بخواد کار کنه مجبور سوار اون موج بشه، مجبور تو اون لاین قرار بگیره، مجبور. و خیلی هاشون هم نمی کنن. من الان برای شما مثال میزنم، آقای فؤاد حجازی کجاست؟ چرا کار نمی کنه؟ چون حاضر نیست سوار این موج بشه. حالا شاید بعضیا به قول معروف از نظر مالی خیلی نیاز نداشته باشن، ولی خیلی هستن که باید زندگی کنن، مجبورن کاریو بکنن که دوست ندارن. اجتماعی وجود داره، دغدغه های زیست وجود داره، تمام اینا رو من با شما موافقم، ولی نتیجهش این شده که الان داریم میبینیم بله. وضعیت موسیقی واقعا عرض کردم. وضعیت من ابتدای عرایزم خدمتون عرض کردم که این رو یک سری آدم های دیگه باید درست بکنن، نه من. وقتی کاری به من سفارش داده میشه و طرف میگه آقا من پول یک ساز دارم که ضبط بکنم، خب من اگر این کار قبول نکنم، مثال میزنم خودمو، اگر این کار قبول نکنم خب مخارج زندگیمو چی کار بکنم؟ اگر قبول بکنم خب میشه همینی که شما میفرمید. ما باید به سمتی بریم که برای این تولید این کارها هزینه بیشتری بشه،
اهمیت بیشتری داده بشه و کارهای با کیفیت تولید بشه. ما داریم، عرض کردم، آهنگسازا، تنظیم کننده ها و کسایی رو داریم که الان بتونن کارهای بسیار خوب انجام بدن، ولی نمیتونن به خاطر اینکه اون اعتبار مالی خوب در اختیارشون گذاشته نمیشه و اینا نمیتونن کار بکنن. اینو یه لحظه اینجا نگهش داریم، برگردیم به سوال اول من که در واقع میخواستم ازتون بپرسم و هولش کردم. میخواستم از شما بپرسم که قاعدتاً یک اثر هنری، هر اثر هنری، صرفاً موسیقی نه، خب ما الان داریم راجع به موسیقی صحبت میکنیم، ولی هر اثر هنری یک فکر و اندیشه و فلسفه‌ای پشتش هست جهت خلق اون اثر، برای اینکه اون اثر خلق بشود. به نظر شما ماهیت یک اثر تاثیرگذار و فکر و اندیشه‌ای که پشتش هست، تعریف حسن فراهانی از یک اثر تاثیرگذار و ماندگار چیه؟ چطوره که یک اثر در یک دوره زمانی خلق میشه و دهه‌ها اثر ماندگاریه؟ دقیقاً همینطور. ولی اتفاقی که الان میفته اینه که مارکت پر میشه پشت سر هم از خواننده‌هایی که میان یه دوره خیلی کوتاه هستن و دیگه کسی یادشون نمیاد. چه در واقع ماهیتی باید پشت اون اثر باشه که اون اثر رو تبدیل به یک اثر ماندگار و تاثیرگذار بکنه؟ خودتون فرمودید امیر جان، فکر، اندیشه و هدف. شما باید ببینید از تولید یک اثر هنری چه هدفی داری و چه فکری پشتش هست، چه اندیشه‌ای پشتش هست، چقدر راجبش فکر شده، اصلا فکر شده نشده. من مثال برای شما میزنم، وقتی یک کلامی رو ایرج جنتی عطایی بگه، یک ملودی رو بابک بیات بسازه، یک تنظیم رو مرحوم واروژان انجام بده، خب این چی میشه؟ میشه قطعی که 40 سال 50 سال مردم دارن گوش میدن، چون فکر پشتش بوده، چون اندیشه پشتش بوده، چون خیلی مسائل دیگه پشتش بوده. یک کاری اگر واروژان قبول میکرده، میشسته فکر میکرده برای این ارکستر چجوری بنویسه، ترانه سراش همینطور، ملودی سازش همینطور، نه اینکه الان یک تنظیم کننده، یک آهنگساز در روز 4 تا کار به سفارش میدن و این با این کاغذی که چسب داره میزنه بالا سر مانیتور کامپیوترش، کار فلانی. شما وقتی میری پیشش کار سفارش بدی، فقط ازت میپرسه چی میخوای، 6-8 میخوای، مثلا ترانس میخوای، چی میخوای، راک میخوای، نمیدونم چی میخوای. شما باید بگی مثلا من 6-8 میخوام. اوکی، برو دو ما دیگه بیا. تبدیل شدیم به یه کپی کاری که یک سری اثر رو داریم و هی داریم کپی میکنیم پشت سر همون، و اینا میشن همون آهنگسازایی که به خاطر کم بوده وقت، به خاطر به قول معروف در آوردن پول، هر کاری قبول میکنن، هر کاری میکنن و چون تخصص ندارن، عرض کردم، سعی میکنن یه کار رو مثلا 5 ساعته ببندن. خب کاری که 5 ساعته بسته میشه، کاری که 3 روز کل فرایند تولیدش طول میکشه، از الان طرف استارت میزنه، ملودی رو میسازه، سازم که خب خدا شکر اصلا نداره، چون قدیمی صدا میده اگر ساز بگیرن، وکال رو ضبط میکنه، میکس و مستر. خب این چی میخواد ازش در بیاد؟ تا اینکه شما یه کار رو بدی به یک آدمی که عمرش رو گذاشته تو این کار، دانش اون کار رو داره. میدونید خیلی متفاوته این قضیه، کسی که دانش اون قضیه رو داره. و بازم یک مسئله رو من میخوام اینجا مطرح بکنم که باز برمیگره به اون کسایی که سفارش کار میدن. حالا این سفارش دهنده میتونه یک شخص باشه، میتونه یک شرکت باشه، میتونه یک جریان باشه. اینا چون هزینه‌ای برای کار نمیکنن، کیفیت کار میشه. Thank you.
ولی یه بحثی وجود داره، بحث هزینه. ما صرفا میگیم بله بعضی کارها هستن که کارهای کم هزینه این و کارهای بیکیفیتی هستن، ولی ما میبینیم که در واقع الان آهنگسازهایی هستن و تنظیم کننده هایی هستن که اسمشون شاید تنظیم کننده است ولی حالا هستن یا نیستن، تزیین کننده، تزیین کننده و اینکه هزینه های هنگفتی دارن از سفارش دهنده ها میگیرن، ولی بازم همون کپی پیست رو ما داریم میبینیم. خب چه کار باید بکنیم؟ واقعا یه فکری باید برای این مسئله کرد. در طی این چند سال افتاده و کسایی اومدن به واسطه تبلیغات، ببینید من به شما یه چیز صادقانه بگم، این فضای مجازی خیلی ضربه زد به موسیقی، به واسطه تبلیغات، به واسطه یک سری جریان ها، به واسطه یک سری حمایت ها اومدن بولد شدن، بزرگ شدن، بزرگ که نه بولد شدن، شناخته شدن، دیده شدن، پروموت شدن توسط یک سری جریان ها و اینا به قول معروف وقتی که این اتفاق براشون افتاد، یکیشون گفت من بی ام و هم، یکیشون گفت من مازراتی هم، یکیشون گفت من فلانم و اینا، اومدن مارکت رو گرفتن دستشون و بله هزینه های بسیار عجیب غریبی میگیرن که با هزینه یک قطعه که اونا جمع میکنن و به طرف میدن میشه واقعا سه تا کار ارکسترال خوب با کیفیت تولید کرد توسط کسایی که ما داریم که واقعا همین 20 سال پیش کار میکردن و کارهای بسیار با کیفیتی تولید میکردن. اصلا فضای موسیقی ما چیز دیگری بود. این اتفاقیه که متاسفانه افتاده و واقعا جای تاسف داره، واقعا جای تاسف داره. ببین امیر جان، من مسئله دیگه که میخواستم بگم اینه که حالا در راستای همین صحبت ها، ببینید الان اتفاقی که تو موسیقی، حالا ما بحث تخصصی موسیقی داریم میکنیم، اتفاقی که افتاده اینه که اصلا تعریف ها عوض شد. اصلا یک شکل دیگه شده. من حالا نوازندگی رو مثال میزنم براشون. یک نوازنده و زمانی که ما میخواستیم وارد مارکت بشیم، وارد بازار کار بشیم، یک سری به قول معروف فاکتورهای این نوازنده باید میداشت که بتونه توی گروه های موسیقی، توی ارکسترا، توی استودیو بتونه کار بکنه. اینا چی؟ حتی خواننده ها، بله بله 100%، حتی صدا بردارا. این فاکتورا چی بود؟ مثلا یک نوازنده باید بیاد حالا بیاد ظاهر موجه، بار فنی درست، یعنی میتونست پارتشو خوب بزنه، ترتمیز بزنه، درست بزنه، اخلاق حرفه‌ای، رفتار حرفه‌ای، اینا چیزایی بود که یه نفر باید، یک نوازنده باید می‌داشت برای اینکه بتونه در مارکت موسیقی فعالیت بکنه. حالا استودیو بحثای دیگه بود، خوشقولی، گشیفر خوب، نوازندگی خوب و حالا اخلاق حرفی. الان دقیقاً برعکس اینا شده. یعنی شما نیازی نیستش که سازتو خوب بزنی، اخلاق حرفی داشته باشی، کار حرفه‌ای بکنی، ظاهر موجه داشته باشی، ظاهر هر چی اینا موجه تر بهتر، اصلا نیازی نیست، شما باید یه سری چیزای دیگه داشته باشی. اینم دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که یک سری، ببینید من صحبتایی که دارم میکنم اصلا نمیخوام بگم همه اینطوری هم. ما همین الان ارکسترهای پاپ یعنی تو مارکت پاپ ارکسترهای بسیار با کیفیت داریم، تعدادشون متاسفانه خیلی کم. ارکسترهای پاپ بسیار با کیفیت داریم، سرپرست ارکستر، من میگم تا رهبر ارکستر، حالا رهبر ارکستر تعریف دیگه ای داره، اصطلاح فرنگیشو بخوام بگیم شف، شف ارکستر با این کاره، کاربلد، موزیسین داریم، همین الان داریم، منتها متاسفانه تعدادشون بسیار اندکه. ولی متاسفانه اغلب کسایی که وارد این کار میشن به عنوان سرپرست ارکستر، حالا به عنوان رهبر ارکستر، به عنوان تنظیم کننده اون ارکستر، اشخاصی هستن که خودشون بار فنی بسیار ضعیفی دارن. اینا
سعی میکنن از نوازنده های استفاده کنن که از خودشون پایین تر باشن، یا در زمینه آهنگسازی کسانی هستن که میان، حالا اون غیر از اون دوستانمون که حالا خیلی رقم های عجیب غریبی میگیرن، اکثر کسایی که کار میکنن کسایی هستن که رقم های بسیار پایینی میگیرن، دستمزدهای بسیار پایینی میگیرن. و وقتی که من به عنوان مثال یک کاری رو من بخوام به شما سفارش بدم، باید مثلا 1,000,000 تومان بدم، یه نفر دیگه میاد میگه آقا من همین کار رو میکنم با مثلا 100,000 تومان. واقعا اختلاف ها اینطوری امیر جان، یعنی اگر اون طرف میگرفت 800,000 تومان میگفتی اب نداره، 100,000 تومان، 150,000 تومان. یا تو نوازندگی همینطور اختلاف ها بسیار زیاده. خب تهیه کننده هم که دنبال اینه که پول کمتری بده، یا خیلی های دیگه، یا اون کسی که داره کار جمع میکنه، یا چرا از این نوازنده استفاده کنم، از اون استفاده کنم، چرا از این تنظیم کننده استفاده کنم، از این استفاده کنم، چرا ملودیو بدم این بسازه، میدم این میسازه، به جای که 10,000,000 هزینه کنم 4,000,000 هزینه میکنم، بقیهش میذارم تو جیب. حسن جان با تمام این بحث ها من موافقم، با تمام صحبت های شما موافقم، دغدغه های اجتماعی و و و، ولی یه چیزی ما داریم به نام رسالت هنر و رسالت هنرمند، یعنی چیزی که در واقع ما هم در واقع با هنرمندانی مثل شما الان میشینیم و گپ و گفت میکنیم که واقعا به خاطر رسالت هنره که به این کار مشغولند، نوازندگان با سابقه، نوازندگانی که تو ساز خودشون واقعا چیره دستن. میخوام ببینم رسالت هنری جایگاهش کجاست و از اون طرف رابطه بین جامعه هنر و بچه هایی که دارن با هم کار میکنن. ما متاسفانه خنده خیلی معنی داری بود، من متاسفانه خیلی متاسفم که اینو میگم، حتی بچه هایی رو میبینم که واقعا در ساز خودشون بی نظیرن، آهنگساز بی نظیرن، ولی این بچه ها بین خودشون روابط خوبی ندارن. چرا باید این اتفاق بیفته؟ کسی قرار نیست جای کس دیگری رو تنگ بکنه، کسی قرار نیست در واقع، میدونید اگر این روابط خوب وجود داشته باشه، همدلی وجود داشته باشه و رسالت وجود داشته باشه، شاید بشه یک اتفاقی رو دست به دست هم بدیم و رقم بزنیم و یواش یواش اون آدم هایی رو که بی سواد وارد این مارکت شدن، قاعدتا که نمیشه از این مارکت بیرونشون کرد، بالاخره اونا وجود دارن، ولی هولشون بدیم به یک گوشه ای که در واقع اون گوشه رو داشته باشن، کار خودشون رو بکنن ولی یک گوشه، و ما دوباره برگردیم به اون اتفاق خوبی که داره برای موسیقی داشت، برای موسیقی میافتاد و الان هم باید بیفته. ببینید اینکه کسی جای کسی رو تنگ نکرده کاملا درسته، ولی این زمانی اتفاق میفته که کار انقدر باشه، تعداد کارا زیاد باشه، رونق در این مارکت انقدری باشه که همه کار بکنن، همه کار خودشونو بکنن و به قول فرمایش شما کسی جای کسی رو نخواد بگیره. وقتی کار نیست، وقتی تعداد کار کمه، وقتی کار رونق نداره، تعداد کارا که تولید میشه کمه، این اتفاق ناخودآگاه میفته. بالاخره در هر صنفی، در هر شغلی، در هر رسته کاری هستن کسانی که بالاخره نخلقا رو دارن که بخوان جای کسی رو بگیرن، یا به اصطلاح خیلی عامیانش زیرا به کسی رو بزنن. این قضیه زمانی خیلی نمود پیدا میکنه، زمانی خیلی دیده میشه که تعداد سفارش ها، تعداد کار و زمینه کار کمه. این اتفاق میفته. اگر کار به تعداد زیاد باشه، همه بتونن کار بکنن، اصلا خواهناخواه اتفاق یا نمیفته یا خیلی کم میفته. چرا خود هنرمندا؟ ببینید چون اینی که شما میگید کار نیست، به نظر من کار خوب نیست. عرضم همینه. کار بد همینه. که به وفور، یعنی همینه. اصلا همینطوری هر روز ما داریم دقیقاً عرض بندم همینه. کار جدی نیست، کار خوب نیست، کار که معذرت میخوام ریخته، کار درست، کار خوب، کار جدی، کاری که هم بحثی که کردیم فکر پشتش باشه، هزینه براش بشه، اهمیت بهش داده بشه، این کارا کم شده. و کسانی که این کارا رو انجام میدن یا به گوشه تبعید شدن یا بسیار
منفعلانه عمل میکنن، کاری انجام نمیدن، انگیزه ای ندارن برای کار انجام دادن. عرض کردم وقتی که رونق نیست تو این کار و همه رو آوردن به اون کار، حالا اسمشو بذاریم بازاری، دوستان دیگه نمیتونن کار بکنن و این وضعیت به وجود میاد. اگر باز عرض میکنم کار به اندازه کافی باشه، به اندازه کافی منظورم اینه که همون کارهایی که شما میفرمایید یا صحبتش بود بازاریه زیاد باشه، هم کارهای جدی. ما الان متاسفانه موسیقی جدیمون خیلی کم رنگ شده. موسیقی جدی چیه؟ موسیقی جدی موسیقیه که صحبت چه کردیم، فکر پشتش باشه، اندیشه پشتش باشه، دانش پشتش باشه، همه چیش درست باشه، درست تولید بشه، درست پخش بشه و سلیقه شنیداری مردم رو تغییر بده از این چیزی که الان هست. قبلا همون جوری بود، از این چیزی که الان هست تغییر بده. فکر میکنم که هنرمندها باید دست به دست هم بدن و به هم کمک بکنن. هنرمندایی که رسالت هنر براشون خیلی مهمه. حالا من راجع به اون رسالت هنری که میفهمید، ببینید رسالت هنری رو زمانی یک هنرمند میتونه این کار رو انجام بده که نمیخوام بگم از نظر مالی، از نظر زندگی، از نظر امکانات زندگی کاملا تأمین باشه، ولی یه حد اقلایی رو داشته باشه. زمانی که یک هنرمند، من عذر میخوام خیلی راحت صحبت میکنم، یک آهنگسازی که دغدغه داره، یک آهنگسازی که دانش این کارو داره، یک آهنگسازی که تحصیلات این کارو داره، یک آهنگسازی که دوست داره کار خوب تولید بکنه، زمانی که برای مسائل ابتدایی زندگیش مشکل داره، خب این دغدغه ها خواه ناخواه میره تو حاشیه، مجبوره، عرض کردم مجبوره کاری بکنه که دوست نداره، مجبور کاری رو بکنه که بهش اعتقاد نداره، ولی مجبوره برای گذران زندگیش این کار رو بکنه. در رابطه با اون مسئلهی که فرمودین، ارتباط هنرمندا با هم دیگه و این، متاسفانه الان شرط خوبی نداره. باز هم تأکید میکنم این برمیگرده به همون ماجرای رونق نداشتن کار، ماجرایی که کار به اندازه کافی نیست. ببینید من در ساز خودم مثال میزنم، در ساز ترومپت، وقتی که 40 تا ارکستر پاپ توی مملکت باشه همه کار بکنه، از این 40 تا ارکستر پاپ 10 تاش ساز بادی داشته باشن، یعنی سکشن بادی تو ارکسترشون داشته باشن، همه سر کارن، کاری بکنه همدیگه ندارن. من خیلی به قول معروف واضح و راحت میگم کاری بکنه همدیگه ندارن. ولی وقتی تو کل کشور ما دو تا ارکستر ساز بادی دارن، بقیه چی کار بکنن؟ یا باید یه کار دیگه انجام بدن، یا باید سعی کنن جای اون نوازنده هایی که تو ارکستر هستن رو بگیرن. متاسفانه. ولی اگر ما 20 تا ارکستر داشته باشیم که ساز بادی داشته باشن، ارکسترهای بادی داشته باشیم، یک بچه الان میره هنرستان موسیقی یا به صورت آزاد یه ساز بادی رو یاد میگیره، خب این کجا باید کار بکنه؟ کجا باید این هنرشو ارائه بده؟ تا آخر عمرش که نمیخواد تمرین بکنه، باید بالاخره یه جا کارشو ارائه بده، باید دیده بشه، این کجا میخواد این کار انجام بده؟ وقتی ما تو ارکسترمون 10 تا ارکستر سازهای بادی داشته باشیم که اینا کار بکنن، کنسرت بدن، حمایت بشن،
نداریم. حتی یک ارکستر ساز بادی ما نداریم توی مملکت. این برنامه دقیقا علاوه بر این که میخواد مشکلات شنیده بشه و درد دل هنرمندان باشه و حمایت بکنه از این مسئله، به مرور زمان میخواد در واقع راهکارهایی رو ارائه بده که ما حرکت بکنیم به سمتی که از این آشفته بازاری که درش گیر کردیم نجات پیدا بکنیم. خیلی متاسفم که بیشتر از این وقت نداریم. خیلی ممنونم از این که وقتتون رو به ما دادین حسن جان. خواهش میکنم، با افتخار. و من میخوام از شما قول بگیرم که برنامه‌های دیگه‌ای با هم داشته باشیم، بیشتر حتما با هم صحبت بکنیم و همینطوری که جلو میریم علاوه بر این که مشکلات رو در واقع با هم داریم واکاوی میکنیم، بتونیم راهکارهایی رو دست به دست هم بدیم، کمک بکنیم، پیدا بکنیم که از این وضعیت نجات پیدا بکنیم و گوش مخاطب رو هم نجات بدیم. امیدوارم این اتفاق بیفته. اگر صحبتی هست من خواهش میکنم. منم امیدوارم که اتفاقای خوبی در هنر ما علل خصوص موسیقی بیفته. مسئله کنان هست اینه که امیر جان عزم جدی، من احساس میکنم عزم جدی برای بهبود شرایط موسیقی وجود نداره، وگرنه چیز عجیب و کار خیلی پیچیده ای نیست درست کردن این وضع. باید کسایی بیان بالا سر موسیقی، کسایی کار بکنن، از اون ابتدایی ترین مسئلهش تا بالاترین مسئلهش کسانی در این کار باشن که در این کار تخصص دارن، زحمت کشیدن، کار کردن. و متاسفانه الان اینجوری نیست، الان اینطوری نیست. عزم جدی باز تأکید میکنم وجود نداره. امیدوارم روزی برسه که یک عزم جدی و یک خواست جدی وجود داشته باشه توسط کسانی که زحمت این کار رو کشیدن، خاک این کار رو خوردن و دانش این کار رو دارن و میتونن کمک بکنن انجام بشه برای بهبود این شرایط و ما روزی رو ببینیم که کارهای با کیفیت تولید میشه، کنسرت‌های با کیفیت برگزار میشه، خواننده‌های با کیفیت داریم، ارکسترهای با کیفیت داریم، گروه‌های موسیقی با کیفیت داریم. در هر ژانری فرق نمی‌کنه، چه کلاسیک، چه پاپ، چه سمفونیک، چه ملی، چه سنتی. امیدوارم ببینیم این روزو به عمر ما حداقل قد بده. منم امیدوارم. خیلی ممنونم از وقتی که برای ما گذاشتید. متشکرم. خیلی خوشحال شدم. خیلی ممنون که من دعوت کردین و خیلی باعث افتخار بود برام صحبت کردن با شما و شرکت در این برنامه. باعث افتخار منه. خواهش میکنم. شنیدیم صحبت‌های حسن فراهانی عزیزم رو، نوازنده چیره دست ساز ترومپت و مدرس موسیقی. واقعاً این درد دل همه اهالی موسیقیه و امیدوارم حرکت بکنیم به سمتی که بتونیم راهکاری ارائه بدیم برای اینکه این مشکلات حل بشه. ممنونم که با ما بودید. صحبت‌های بیشتری براتون خواهیم داشت.